سلام به همه. هالو، وی گیت سینن گوت، گات سای دانک، ایش هوفه داس سینن گوت گیت. اوکی، ایش بین ویدر دا، ایش بین ویدر دا، یعنی من دوباره اومدم، اینجا هستم. لانگ نیش گزن، نه خیلی وقت هم دیگه رو ندیدیم. نه خب، آغاز میکنم لکسیون زکسون 56 درس 56. در این درس میخوام ادامه افعالی رو که مفعول رودار میخوان یا همون آکوزاتیو میخوان رو بهتون درس بدم. ببینیم اینجا چی دارم واسه تون. میتونید بگید یه آب میخوای، یه لیوان آب میخوای؟ میتونید اینو بپرسید از یه نفر. مشتستو این گلاس واسه؟ مشتستو این گلاس واسه؟ مشتستو این گلاس واسه؟ بگید آره مرسی. یا بیته، یا بیته، یا آره بیته. ماشته سو این گلاس، اینی چی نگرفت چون گلاس داس هست. یا بیته یعنی بله مرسی، یا بیته. خب حالا ممکنه آقا اینو نخواهید، مثلا بگید آب نمیخوام. یه کلمه میخوام بهتون باید یاد بدم که به جای مشتن میتونید به کار ببرین در مواقعی که گرفتنی در کار هست. خب مثلا نیمن هست، نیمن. خب نیمن یعنی تو تیک به انگلیسی. خب نیمن یعنی گرفتن قاعدتا. مثلا شما میتونید یه تاکسی بگیرید برید خونه، میتونید قطار رو بگیرید برید خونه، میتونید یه چیزی رو زمین هست اونو بگیرید. خب گرفتن من این که میگیرید میارید طرف خودتون، مثلا با اون، مثلا میتونید آقا یه قهوه رو میتونید بگیرید به جایی که بخواید یا بخورید. خب میتونید بگیرید، من یه قهوه میگیرم، مثلا میگه آقا من یه قهوه میگیرم، اون میگه من آب میگیرم. خب یعنی میخوام. خب میگیرم یعنی میگیری تو دستت، حالا یا هر چیزی استفاده میکنی از اون. خلاصه خب نیمن میتونید واسه اول شخص صرفش کنید، دقیقاً این انشو حذف میکنید میشه نیمه، ایش نیمه. خب مثلا میگه مشتست تو این گلاس واسه، یه لیوان آب میخواید، بگید نه آقا ایش نیمه این کافی. خب ایش نیمه این کافی، بگید آقا ایش من یه کافه میگیرم. چه جوری میگید اینو؟ ایش نیمه اینن کافی. اینن چرا اینن؟ چرا میگیم این نیمه رو از اون چیزایی که این اسم بعدیش چی میخواد؟ آکوزاتیو یعنی رودار میخواد. اگه اینو نگید انگار شما روشو خورده باشید. تو فارسی میگید یه کافی میگیرم، مثلا نمیگید یه کافی رو، مثلا با این روشو تو فارسی ممکن نگیم بچه ها، ولی اینجا باید تو آلمانی حتما بگیم. خب ایش نه و این کافی یعنی کافی رو میگیرم. خب حالا ممکن آقا بگید من ترجیحاً یه کافه رو میگیرم. ما چرا چون ترجیحاً رو میگیم؟ چرا اینجا چون گفته مشتست تو این گلاس واسه آب میخوای؟ بگی آقا نه اصلا ترجیحاً یه کافه میخوام. خب ایش نیم لیبه، لیبه نه دوست داشتن دیگه. خب لیبر می نویسن، لیبا میخونن، لیبه یعنی ترجیحاً. اینو به صورت همین حالت قیدی حفظش کنید تا بعدا میتون راحت استفاده کنید ازش. ایش نیم لیبه، من میگیرم. یا به جای نیم میتونید قاعدتا مشتن هم بذارید دیگه، اینم فرقی نمی کنه. ایش مشت لیبه. خب ایش نیم لیبه، خیلی مهمه این لیبه. لیبه یعنی I'd rather، I prefer تو انگلیسی. خب ایش نیمه یعنی اونو میگید، خودت صرف میکنید فعل، بعد لیبه رو میارید به صورت یعنی ترجیحاً اینن کافی. میتونید حالا اینم نگید، ولی اینجا چون قاعدتا مثلا گفته آب میخواید، شما میگید نه ترجیحاً یه دونه مثلا قهوه میخوام. خب اینم نگید، نه که غلط باشه جملتون، درسته، ولی این شاید دقیق تر بگیم هست. ایش نیمه لیبه این کافی. خب میتونید بگید، ببینید مثلا نیمن بچه چیز بود، واسه اول شخص بود، واسه دوم شخص نیمن گفتیم ای اینو حذف میکنیم استی میذاریم دیگه، درسته. این کلمه نیمن واسه دوم شخص مثل اشپریشن که دوم شخصش میشد اشپریشت. خب نیمنش دوم شخص میشه نیمست. فرض کنید یه چیزی بردارید نصفش کنید، نیمش کنید. خب یه دونه چیزی بردارید، یه دونه خودکار رو بردارید بگیرید یعنی نیمن کنید، بعد نصفش کنید، نیمش کنید. نیمست. خب حالا نیمست پس شد واسه دوم شخص. میتونید بگید واسه دوم شخص با تو هم بگید نیمست دو. مثلا نیمست دو میشه چی؟ میخوام یه چیز سوال بکنم، بگید آقا ترجیحاً بیر میگیری یا واین، آبجو میگیری یا شراب میگیری. نیمستو لیبا بیا اودا واین. نیمستو
خب نیم اول اول چرا سوال کردم نیم استولی با مثلا رفتم خونه دوستتون آقا میخواد بپرسه از شما مشت استو به جای نیم استو میتونه بگه مشت استو فرقی نمیکنه خب مشت استو لیبا نیم استو لیبا بیا اودا واین اینا قاعده کلی گفته دیگه بنابراین آرتیکلی نذاشته خب مثلا میگی آقا بیا میگیری یا واین میگیری یعنی آبجو میگیری یا شراب میگیری خب ترجیحاً خب چون اینجا هم دو تا بوده لیبا رو آورده اگه لیبا رو نمی آورد چی نیم استو بیا اودا واین هیچ فرقی نمیکرد درست بود حالا من اینجا میخوام لیبر رو کار کنم چون مهمه میارم خب نیم سو لیبر بیا اودا واین دیگه میتونم بگم نیم سو لیبر این بیا اودا اینن واین خب چرا چون واین مذکر اینن واین چون یعنی میگیری ترجیحاً میگیری تو ترجیحاً یک آبجو رو یا یک شراب رو خب اگه با گلاس هم بیارم میتونم اینجا این گلاس بیا این گلاس بیا اودا این گلاس چون دیگه بعدش اینجا این هست با توجه به گلاس این صرف میشه خب چیکار میکنم دیگه این میذارم دیگه اینه نمیشه همه چیز میتونم بذارم ولی اینجا میخوام بگم که قاعدتا میتونیم اینجا بدون آرتیکل بدون این و پین و اینا بگیم آقا کلی بیر میگیری یا واین میگیری و سلام خب حالا این لیبر رو میخوایم باز کار کنیم آقا این لیبر مهمه مثلا آقا میتونید بگید میخوای ترجیحاً بری خونه میخوای ترجیحاً بری خونه مثلا رفتی توی پارتی از یارو مثلا خسته از دوستتون میگه میخوای ترجیحاً بری خونه خب مشتستو میخوای لیبا همیشه بعد مشتستو لیبا یا نیمستو لیبا بعد از این فعله چیز فعل که صرف کردین لیبا رو بیارید مشتستو لیبا ناخاوزه ناخاوزه یعنی به سمت خونه مشتستو لیبا ناخاوزه گن گن رو میتونید بذارید میتونید نذارید خب مشتر را که برای تو صرف کردین دیگه گهن گفتیم صرف نمیشه چرا؟ چون اینجا چی هست؟ این مشتن حالت فعل کمکی داره یه بار صرف میکنیم دیگه فعل بعدی که فعل اصلی هست صرف نمیشه ولی تو فارسی مثلا میگیم میخوای رو صرف میکنیم واسه تو میخوای ترجیحاً خونه بری خب رفتن رو هم واسه ما صرف میکنیم واسه چیز واسه فعل اصلی رو هم صرف میکنیم ولی تو آلمانی یا انگلیسی اینجوری نیست مشت سولی و ناخاوز گن اینجا فعل به صورت کامل میاد حالا این وقتی میگیم مشتسو لیبا ناخاوزه میتونیم گهن رو به قرینه معنوی حذف کنیم وقتی مثلا میگیم مشتسو ناخاوزه یعنی این که آقا رفتن دیگه نه مشتسو ناخاوزه گهن دیگه منظورمون اینه میتونیم اینو حذف کنیم میتونیم هم بذاریم خب خیلی جاها حذف میشه آقا بگید نه ترجیحاً میخوام ترجیحاً اینو بگید ناین ایش مشت لیبا ایش مشت لیبا میخوام ترجیحاً ایش مشت یعنی میخوام لیبا یعنی ترجیحاً میخوام ترجیحاً و اینجا بمونم هیه بلایبن ایش مشت لیبا هیه بلایبن ایش مشت لیبا هیه بلایبن مشتستو لیبا ناخاوز گن لیبا را میتونیم مثلا حدس کنیم اینجا مشتستو ناخاوز گن ناین ایش مشت لیبا هیه بلایبن لیبا را که اوورده یعنی که آقا نه خونه نمیخوام برم اینجا میخوام بمونم دو تا چیز همیشه آلترناتیو میخوام مثلا بین این دو تا انتخاب کنم مشتستو لیبا این بیا و دا واین انتخاب ترجیح اینه یا اونه خب لیبا ناین ایش مشت لیبا هیه بلایبن لیبا هم نذاشتید گفتم غلط نیست ایش ناین ایش مشت هیه بلایبن ولی لیبا را بذارید قشنگتر میشه جملتون ایش مشت لیبا هیه بلایبن 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 یعنی موندن یعنی تو استی خب I want to I'd rather stay here همچین چیزی تو انگلیسی ایش مشت لیبا هیه بلایبن خب بلایبن چرا این بلایبن فعله میتونید این بلایبن رو واسه ایش بلایبن یعنی من میمونم صرف کنید دقیقاً میشه انش رو حذف کنید یعنی انگار که واسه من صرفش کرده باشید انش رو حذف کنید استی بذارید انگار که واسه دو بلایبست تو میمونی صرف کرده باشید ولی اینجا ما کل فعل رو میذاریم چون یه بار ایش مشته واسه صرف شده دیگه این فعل به صورت کلی میاد بلایبن فعل جدید هست واسه تون خب من وقتم کم هست بنابراین تا درس بعد میایم این لیبه خیلی مهم هست کار کنید و چند تا چیزی که کلمه جدید نیمن رو یاد گرفتید بلایبن رو یاد گرفتید و تونستید میدونید که حالا این گه رو میتونیم بذاریم میتونیم نذاریم وقتی مشت سونا خوازه خب هم چیزایی خب تا درس بعد خدافظ چیست